چرا خطا میکنی؟ خطا نبود که تنه بود. تنه بود؟ تو خطا کردی؟ من تنه زدم؟ آره. ای گوریه؟ میسم ایش کن بیا باز نمو کنی. میسم، میسم فرما بزرگ. بابا تو که باز با اینا سرشاخ شدی. بابا زور اینا که بازی بلد نیستن، تا یه گل میخورن اینه به اشبه میرزن سر آدم. اینا هر کاری میکنن بکنن، تو مثل اینا نباش. یه کار کن همه بهت احترام بذارن. درخت هرچی پربارتر باشه سرش پایین تر. اینجا اگه سرت پایین باشه همه سوارت میشن، اون وقت همش باید بهشون پولی بدی. حرفای بابا تو نزن. ببین دخترم. سلام آمو جان، چرا زحمت کشیدین دوباره؟ چه زحمتی؟ یه خورده لیمو پرتقال گرفتم آب بگیری بدی بچه جون بگیره. خجالت هم میدی در دفعه. چه حرفیه میزنی؟ بذار دلم خوش باشه برای نوام یه کاری انجام میدی. دست شما درد نکنه، بیاین تو چای تازه دمه. قرص دواشو به موقع میخوره؟ چه قرص و دوایی؟ نیستش که اصلا نیست تو بازار. یه رای باید باشه برای نجات این بچه. ده تا دکتر بردمش تا الان، میگن بیماریش ناشناخته است. یه نسخه می نویسن 4 تا آزمایش، بعد هم یه خروار پول می گیرن. بچه هم داره جلو چشم آب می شه. من چه کاری ازم ساخت است؟ چه کار کنم براتون؟ خودم هم پس همه کار رو برمیام. شما فقط یه کار کن برام امو جان، کمک کن طلاقم بده. به خیال دیجوری زندگی بهتر میشه. چه زندگی عموشون؟ یه نگاه به ما بکن دیگه، چی مونده برام؟ نبخشیدموشون، ولی همین که اسمش تو شناسنامه هم نباشه واسه من دل خوشیه. خودکردار تحبیر نیست دخترم. اون موقع که با اصلان بساط و عاشقی داشتی باید فکر امروزم میکردی. چقدر بهت اصرار کردم خام این بچه نشو. چقدر بهت گفتم اصلان آدم زندگی نیست، بدبختت میکنه. گفتی پسر همون میشناسمش. چشمتو بستی و کار دلت رو کردی. ای کاش به حرف من پیر مرد بوش میدادی، با تناب پوسیده اصلا تو چه ویل نمی رفتی. من اشتباه کردم، قبول دارم، خریات کردم، جوونی کردم، ولی تا کی باید تاوانش تو با هم پس بدم؟ من پدر ندارم عمو جون، شما برام بزرگی کن. باش حرف بزن، یه جوری رازش کن دست از سرم برداره. همه ترسم از اینی که توی دنیا چطور نگاه کنم تو چشم برادرم.
چی بهش بگم وقتی ازم میپرسه چرا مراقب دخترم نبودی؟ خدا منو ببخش. البته به نظرم همین که حاضر شد 10 روز بهمون مهلت بده یعنی حرفای پدرش روش تاثیر داشته، ولی ما باید همه تلاشمون رو بکنیم پولش رو زودتر بهش بدیم. این هر دفعه میخواد آدماشو بفرسته سراغ من و منم واقعا نمیتونم قول بدم که هر دفعه همینقدر آروم باشون رفتار کنم. ولی مجبور میشی بزنیشون؟ نه دخترم، من که نمیتونم اونا رو بزنم، اونا خیلی گولاخن. ماما گولاخ یعنی چی؟ چی ماما؟ یعنی آدم قوی. غذا تو بخور. حرف یاده باید شمیده گولاخ؟ اتفاقی نمیفته فاطمه جان. جان بابا تو سعی کن یکی دو روزه سهام منو بفروشی، پول این بابا رو بدیم، سفته ها رو پس میگیریم دیگه. نه لازم نیست، من به بابا میگم به یکی از مشتریاش بگه چکش رو زودتر پاس کنه. اون بنده خدا گناهی نکردی که جور ما رو بکشه، همون فروش سهام بهترین فکره. بله بله بهترین کار هست، ولی به همین راحتی ها نیست، یعنی فروشش آسون نیست. یعنی چی همه مشکلی پیش اومده؟ نه مشکلی نیست که حل نشه، یه خورده زمان میبره. خب یه ذره روشن‌تر صحبت بکنیم ما هم بفهمیم چی داری میگید. آخه قضیه خاصی نیست، یه مشکلیه که ایشالا به زودی حل میشه. اتفاقی افتاده؟ من تو انتخاب سهام اشتباه کردم، یعنی یه چیزی رو خریدم که روش نکرد. روش نکرد؟ در اصل سقوط کرده، یعنی الان شما سرمایه‌تون نصف شده. یعنی پول ما از بین رفته؟ نه نه بازار دیگه نوسان داره، الان اومده پای ما، امیدواریم که خیلی زود بیاد بالا و شما به پولتون برسید، اصلا سود کنین. یعنی هیچ راهی نداره، هیچ کاریش نمیشه کرد؟ نه مامان جان، فقط باید صبر کرد که قیمتش بره بالا. تا کی؟ شاید چند روز، شاید هم چند سال. نه به سال که نمیرسه. ببخشید، من فکر نمی‌کنم اینطوری بشه، میخواستم یه کاری کنم که سرمایه‌تون بیشتر بشه. مسئولیت این ماجرا با منه، من قول میدم همه پولتون رو برگردونم هر طور که شده. بابا نمیذارم ضرر کنیم. دست شما دارم. سلام. بعد موقعی که مزاحم نشدم؟ نه بیدار بودم. چیزی شده؟ نه فقط میخواستم بگم امروز که رفتی چند دقیقه با بابا حرف زدم، قرار شد فعلا آزمایشی بیام سر کار. خب خیلی خوبه، امیدوارم موفق بشی. فردا میام اونجا یه آماری از دستگاه بگیرم، یه نگاهی بهشون بندازم، اگه باشی خیلی میتونه بهم کمک کنه. من فردا سرم خیلی شلوغه، کلی کار دارم، ولی اگه تونستم حتما بهت یه سر میزنم. درباره من دیگه چیزی بهت نگفت؟
باباتو میگم. یه جورایی انگار تاثیر خوبی روش گذاشتی، میگفت خیلی باهوشی. خب پس همچین هم کارم بعد انجام ندادم. خب دیگه اگه کاری نداری قطع کنم. خیلی عجله داری برای رفتن؟ اصلا چرا داری؟ امیرعلی بیا بالا، ماما حالش بده. من میگیرم. الو مامان، مامان جان یکم دیگه آب غم بخور. مامان صدامو میشنوی؟ عمه جون، عمه خوبی؟ چه خبر رضا، چرا داد میزنی؟ میگم این وقت خدای نکرده سکته نکرده باشم. خدا نکنه زبونتو گاز بگی. چی شده مامان؟ باشیم ببریمش بیمارستان. هیچی اونی سرده شلوغش نکنی. حالا خوبه. فکر کنم قندشون افتاده بود. مامانم امروز کار زیاد کرده، زر استراحت کنه خوب میشه. آره عزیزم. چرا این کار کردی فاطمه؟ تو مگه نمیدونستی این پول زحمت 30 سال زندگیشونه؟ چرا بدون مشورت رفتی سهام خریدی؟ ببخشید شما تشریف نداشتید با تو مشورت کنم. من نبودم، رضا که بود. چی میگی؟ من قبلا دعوامون با رضا کردم. تو نمیخواد کاسه داغتر از آش بشی. کافیه دیگه. نمیبینی حال مادرتونو؟ اون پولم که سوخ نشده. صبر میکنیم سهام میره بالا، میفروشیمش. آخه یه جوری حرف میزنه انگار طلبکار ازمون. هنوز چند روز نگذشته کلی خرج گذاشته رو دستمون. ای فاطمه، این چه طرز حرف زدنه؟ نه راست میگه رضا. من فقط باعث درد سرم. ولی نگران نباشید. دیگه که مشخص بشه خودم از زیر سنگم که شده پولشو جور میکنم که به شما فشار نهد. فاطمه خیلی حرفت زشت بود. تو نمیدونی اون تحت فشاره؟ سلام. سلام. خسته نباشیم. چند تا سوال داشتم. مأمور بیمه ای؟ من نیروی جدیدم. ولی خب آزمایشی. مشتی سوراخ نمیره. جارو بدم بشیم بس. اینا حقوق کارگران رو ندارم بدم. نیروی جدید استخدام کردن. منم برای همین اینجام. میخوام کمک کنم حقوق شما رو زودتر بده. دم شما گرم. اما مدیر این کارخونه آبی گرم نمیشه. وقت تو تلف نکن. خدا روز به جای دیگه حواله بده. آقا برم تمومه. خسته در نکن. خسته نباش. خسته نباش مندش. کارگر کار میکنه. آمار میخواد پیش مهندس خسروی. خواستن چیز عجیبی نمیخوام. یه اطلاعات دقیق میخوام از ساعت مفید کاری کارگر و دستگاه تو طول روز. کارگر ساعت 8 میاد، 5 میره. یک ساعتش هم وقت نهار میشه. اون یه ساعت رو کم کن میشه ساعت مفید کار. دستگاه هم که میبینی نصفش معیوبه، نصفش کار میکنه، اون نصفش هم یه قد درمیون کار میکنه. خب چرا تعمیرشون هم کنم؟ بله ما هر بار میگیم، میگن دستگاه خرابه. صبر کن این قطعش از اون بر بیاد. فکر نکنم درست کردن قطعه های این دستگاه کار سختی باشه. نمیدونم. ایشالله که همین جوری. ببینیم چی کار میکنیم. خداحافظ مهندس. سلام خانم یوسفیان. سلام، خوبی؟
ممنون. آقای گوهران کارتون داشته. باشه. سلام. خوبی این؟ سلام، ممنون. چند بار زنگ زدم موبایلتون رو جواب ندادین. آره نشنیدم. چیزی شده؟ پاسپورتت آماده شد. همین یکی دو روزه میاد در خونتون. انتظارشو نداشتم. شاید هم منو باور نداشتی. سلام. سلام بابا. خوبی؟ آقا پویان بهت گفتن؟ بله گفتن. مبارکه دیگه. معطل چی هستی؟ به جا میگه برو خونه؟ من امروز کلی کار دارم اینجا. ولش کن کارو بسپارش به ارشیا. چرا با این عجله؟ مگه تو همینو نمیخواستی؟ سبکا ببینم نکنه پشیمون شدی؟ نه پشیمون نشدم. خیلی خوب، بلیتو من بخرم یا خودت میخری؟ خودم میگیرم. ببخشید مهندس، من یه سری اطلاعات درباره خط تولید کارخونه احتیاج داشتم. راستش کارگرها خیلی با ما همکاری نمیکنن. هر سوالی داشتی از مهندس خسروی بپرس. من این روز سرم شلوغه. بله. هر شب بنشین بخور. چشم. بریم ببینیم تو هم چجوری میخواد معجزه کنی. مهندس، اگه با من امری نداری من مرخص شم. خیلی لطف کردی. دست به درد نکن. روز بخیر. خدا حافظ. معطل چی هستی؟ میگم انگار همه چی داره خیلی یهایی پیش میره. عیبش چیه؟ چه بهتر؟ بجون بابا جون، بجون. چرا انقدر با عجله و یهایی؟ خودم هم نمیدونم. اصلا انگار بقیه بیشتر عجله دارم واسه رفتنم تا خود من. باش. برای کجا میخوای؟ واسه ایروان. فقط یه زحمت بکش واسه هم بیزینس بگیر خب؟ ببین دو تا پرواز تو هفته بیشتر نداره. باید ببینم جا میده یا نه. باشه نگران نباش، ردیفش میکنم. فقط حواست باشه خودت باید بیای بگیری یا ادب نداری که بیای خدافزی. حداقل به این بهونه میبینمت. باشه قربونت. باشه همه میشم خبرت میکنم. قربونت خدافز. کی بود؟ الاس. بلیط میخواد برای ایروان. به همین زودی کارش درست شد؟ حتما دیگه. امیرعلی چی؟ میدونه؟ نمیدونم. سلام آیدی، چطوری؟ خوبی؟ بد نیستم. چه خبر؟ تو خبر داری از رفتن الناس؟ نه الان فهمیدم. کی میره؟ همین یکی دو روزه. امروز هم قراره بیاد آژانس بلیتش رو بگیره. سارا پیشنهاد داده یه دوره همین کوچیک براش بگیریم، آفرگیرش کنیم. گفتم به تو هم بگم شاید دلت بخواد بیای. باش، سعی میکنم بیا. بیا دیگه، ناز نکن. میخوام یک کادو هم براش بگیریم. پیشنهادت چیه؟ هیچی نمیدونم. صنایع دستی چطوره؟ آره بد نیست. حالا شاید خودم هم یه چیزی گرفتم. باش. پس بیا یا دیر نکنی. باش، خداحافظ. اگه گفتی کدوم شخصت کارتو نگاه کن؟ بیا
همین کارا رو میکنی نمیام خونه ها؟ منت گذاشتی بعد از این همه وقت میگفتی یه گوسفهم رو صد میکشتم فقط به خاطر عموی گراد دادم. تو چه تباز داری پاشه میگیری؟ با این اخلاق میخواستی من رو پاگیر خونه کنی؟ بود و نبودت هیچ فرقی واسه هم نمی کنه. خیلی وقت واسه هم مردی. نمیبینی رخت سیاس هم مشتنم؟ اومدم بچه هامو ببینم. توهم نزن. تو چرا زور زدی به من؟ کار ندارم که. درس نداری؟ پاشو برو درست برس. بخم بابا، بخم. این داروها رو واسه لیلا گرفتن. پیزا بدبختی پیداشون کردن. توش چند تا مولتی ویتامین تقویتی هم گذاشتم. سر موقع بهش بده بخوره جون بگیره. بردار ببر، من بدون اجازه دکتر چیزی بهش نمیدم. من میدونم چی براش خوبه. آره تو خیلی خوبه و دستم تشخیص میدی. میخوای جدی که انداخن یه وعده غذا درست بذاری جلو بچه ها؟ این پسر پوست و استخون شد از نخوردن. تو نگران نباش، من برای بچه هم کم نمیذارم. میگم شام امشب مهمون من. ابیرو غذا میگیرم. زحمت نکش غذا درست کردم. تو فکر کردی من دوست دارم این ریختی زندگی کنم؟ خوشم میاد از بچه هم دور باشم؟ یا چه میدونم از صبح تا شب با یه سری آدم بدهکار سر کله بزنم؟ مریم، من دنبال یه پول گنده هم. یه پول چرب و چیر. یه پولی که خودم و بچه‌ام هفت نسل بعدمون هر چی بخوریم تمام نشه. قول میدم بعدش بیخیالش هم بشه اسمم به زندگیمون. میبرم لواسون، یه خونه بزرگ میگیرم، ماشین درست حسابی، زندگی لاکچری، مهمونی، ریخت و پاش، چه میدونم. با پول نزول؟ کدوم نزول؟ من کار مردم رو مینازم، این وسط دو قرون بره گیرم میاد. آره خب خیلی‌ها به نزول میگن بهره که راحت تقوتش بدن. تو حلال حروم سرت میشه؟ حرومش مال من. نکبتی آتی جهنمش هم پای من. شما حالشو ببرین چیکار داری به این کارا؟ همش ارزونی خودت. لازم نکرده. من بچه هم با پول کلفتی بزرگ میکنم ولی نمیذارم شریک کسافتکاری تو بشن. الان برو دست از سر ما بردار. نگران بابات هم نباش. بهش میگم به حرفش گوش دادی. دیگه زنگ نزنی آقا مجزولابه کنی یا پول خواستی به خودم بگو. من نه زنگ زدم مجزولابه کردم نه پول میخوام. الانم برو دیگه. میثم بابا، میثم بیا. بیا بابا. بله اینو بگی بابا. خواستی بگی هر وقت پول خواستی به خودم بگو. مراقب خواهرت باشی یا من رو تو حساب کردم. و خدافظ. وایسا پول کثیف تو جیب بچه های من نذار. عزیزم مامانی
گفتم اینا رو چرایی بکنم. میکرم اینو آبی بزنیم. آره ببینم بلدی؟ دولت استاد حوزی قصدانت با افزار سلام. سلام. چطوری دخترم؟ خسته نباشی. به 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 بری دختر خیلی بودم. چطوری؟ کجا رفته بودی؟ ماشد. اگه قرار نبود امروز بیرون نری؟ دنبال پول. فکرم یکی از بچه ها قرض بگیرم. قاسم به این دختر دیگه چیزی بگو. از صبح تا حالا نشسته برای دل من تو لپتاپ داره قیمت سهام چک میکنه. دست فردا دختر. من و مادرت به این سن و سال که رسیدیم کلی سرمایه از دست دادیم. فدای سرت. اینم رو. مقصر این ماجرا منم، خودم باید جورش رو بکشم. تو که کف دست رو بو نکرده بود اینجوری میشه. منم از روی عصبانیت یه چیزی گفتم. به دل نگیر. پشت برو سر کارت. امروز مرخصی گرفتم پیش مامان بمونم. شما برین دستورتتون رو بشورین، براتون غذا میارم. باشه. زحمتی واسد نیست، میشه بلیطا رو بیاری پایین واسم؟ دستم بنده سارا، دو طبقه است، بیا پایین دیگه، میگم وقت ندارم. خودت بیا بالا. خوشحالی، واقعا غافلگیرم کرد. بچه سراغا رو خاموش کنید، قرار گریه کنیم. نه خیر، گریه نداریم. 10 دقیقه وقت داریم، میخواییم بگیم و بخندیم. این روز واقعا دلم برای تنگ میشه. قربونت برم، منم دلم برای تنگ میشه. واقعا خوشحالم کردید. ولی کار بدی کردید دیگه، رفتم واسم سخت شد. واسه این کار کردیم شما نتونی بری. بچه خوش برید. شاید کلی اتفاقای خوب برد بیفت. من خب ببارم؟ ببارید. میشمارید دیانه؟ یک، دو، سه. چه قبل رفتن چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟ اصلا لازم نیست نگران شرط و شروط پدرم باشی. بابام وقتی ببینه آدم دست و پاداری هستی، کارتو بلدی، خودش سری باهات قرارداد امضا میکنه.
من اصلا نگران این چیزا نیستم. یعنی اصلا برای مهم نیست. اصلا مهم نیست؟ جالبه، من فکر میکردم تو شنری. چی؟ خواهش میکنم بمون به خاطر من. میدونم خواسته زیادیه ولی من تصمیمم گرفتم نمیتونم دوباره از دست بدم. حق با تو بود، من جسارت نداشتم، ترسو بودم، با یه تهدید و تشهر جا زدم، ولی الان میخوام جلو هر کس و هر چیزی وایسم بجنگم. الان فکر میکنی موقعیت مناسبیه واسه این حرفا؟ اینجا بی مقدمه یه وی نمیتونم دست رو دست بذارم بری برای همیشه. که خودت میدونی نظر من چیه. نمیذارم بری، هر کاری لازم باشه میکنم. بس کن این حرفا رو، یه فرصت بهم بده. چی تضمین میکنه که تو نظرت دوباره تغییر نکنه؟ من نمیتونم باورت کنم. ولی تو باورم داشتی، برای همین پیشنهاد ازدواجم رو قبول کردی. منم نخواستم تهمت بذارم، مجبور شدم. چی مجبورت کرد؟ بهتر بپرسی کی؟ پدرم؟ من باید بهش چیزی بگم، بین رابطه اون از اینی که از بدتر میشه. برو خونه و به کار توی کارخونه فکر کن. الان به تنها چیزی که نیاز داری کاره. پاسو بلیتم تو کیفم بودن، هرچی میگردم نیست. یعنی چی نیست؟ نمیدونم. بگر خوب کیفتو، کیفو دیگه تو گشتی؟ آره همه جا رو گشتم. لای کتابات آخه گذاشته بودمش این درابرا تو کمدت. گشتی همه جا رو؟ همه جا رو گشتم، نیستش. آب که نشده، حتما یه جایی گذاشتی یادت نمیاد. شاید تو چمدون باشه. نمیاد تو جای دیگه گذاشته باشمش. مانی برو رفیق ما رو بگر. چشم. جلو آینه. من دوز اومده، فقط هم پاسپورت الناز دوز بوده. هل نشو، خوب فکر کن ببین کجا گذاشتی. یا جن داره خونه. تو اتاق نبود. اوز اومده تو مخواه. چرا تو ماشینت افتاده؟ حالا بیلیت هم هیچی، اگه پاسم پیدا نشه چی کار کنم؟ برو بگه تو چشم زیر صندلی، تو داشبورد، تو کیف بوده، اون لالوها. تو اتاق خوب گشتی؟ دوست اومد توی خونه، ما خبر نداریم.
امیرعلی. سلام. سلام مادر. صبحت بخیر. صبح بخیر. خوبی؟ کاروبار رو به راهه؟ اول هر کاری سختی خودشو داره دیگه. ولی از بسش برمیاد. ایمان دارم بهت. مطمئنم به اون چیزی که تو قلبت میرسی. یادت باشه قبل تموم این ماجراها خیلی ها دوست داشتن جای تو باشه. این هیچ وقت فراموش نکن. خیلی اذیتت کردم. جبران بکن. برم. برو در فنای خود. خداحافظ. الو سلام. سلام. ببخشید بی موقع بهت زنگ میزنم. نه مشکلی نیست. طوری شده؟ خواستم بدونم دیروز که با هم رفتیم بیرون چیزی پیدا نکردی؟ چی مثلا؟ پاس و بلیتم گم شده، هر چی میگردم پیدا نمیکنم. گفتم شاید تو. شاید چی؟ من پیدا کرده باشم؟ نه معلومه که پیدا نکردی. اگه پیدا کرده بودی که تا الان بهم خبر میدادی. اصلا نمیدونم دارم چی کار میکنم، نمیدونم چرا به تو زنگ زدم. باشه ببخشید. خدافظ. خدافظ. آقا تو ماشینه گشتم نبود. خیلی خوب، برو یه باری اتاق این نازو رو گرد. چشم. چی شد؟ همه جا رو گشتی؟ تو انبار، دفتر، سطل زباله ها، پارکینگ، کنار ماشینا، در ورودی، همه جا رو؟ یعنی چی آخه؟ به مهندس خسروی چی زنگ زدی؟ خب خیلی خوب، اگه خبرش شد به من زنگ بزن. تا از چیه؟ میگم امروز پرواز داره. برو الان بگرد. خدافظ. آقا مطمئنم تو کارخونه نیست. از اونجا که اومدم بیرون تو کیفم بود، یادمه دیگه. هنوز چند ساعتی تو پرواز مونده، بگردیم احتمالا پیدا میکنی. بعد از کارخونه کجاها رفتی؟ رفتم پیش سارا که بلیطمو بگیرم. خب بهش زنگ بزن. نه آخه مطمئنم اونجا هم نیست. از پیش سارا که اومدم تو ماشین بلیطمو گذاشتم لای پاسم. پس پیشم بوده دیگه. بعد از اونجا کجا رفتی؟ بعدش رفتی برای ما کادو خریدی. نه اونو قبلا گرفته بودم. یه خورده به مغزت فشار بیار. ببین بعدش کجا رفتی؟ رفته بودم کافی شاپ. حتما همونجا افتاده. کدوم کافی شاپه؟ خیلی دوره. تا بریم دیر میشه. تو کاری به این کارا نداشته باش. اسم و آدرس کافی شاپ بده به من. تو شوخی ندارم و من نمیذارم بگیرن تزم وسط بازی تو هم با این که میدونم شعر میشه واسه لالای 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 لالای. جونم مهندس، خیره این وقت صبح؟ خوب گوش کن ببین بهت چی میگم ارشیا. یه آدرس بهت میدم، جلدی میپری میری اونجا. طوری شده؟ الناز پاسابیلیتشو گم کرده. ای بابا، این شهر شد که مگه پرواز نداره؟ واسه همین بهت زنگ زدم دیگه. فکر میکنه توی کافی شاپ جا گذاشته. ببین جلدی میپری میری اونجا، چک میکنی
اگه بود تحویل میگیری اولش یه زنگ به من میزنی، خودم سری میرسونی فرودگاه تا بهت برسی. باش، میگم که تا برم و برگردم دیر نمیشه؟ اگه به جنبی دیر نمیشه، میشه عجله کنی؟ خیلی خب، پس آقا شما تا این آدرس و اسم این کافی شاپ رو برای من بفرستی، من جلدی رو افتادم. خدا حافظ، به جنب. من دیگه شوخی ندارم، نمیذارم بگیرن تزم وسط بازی تو، این که بودم شر میشه واسم. اگه اینجا بود مشتری ها میمدن تحویل صندوق میداده. خب داداش، ما همه جا رو گشتیم، فقط مونده اینجا. ممکنه کارگرات برداشته باشن؟ ما اینجا کارگر نداریم، خودمون سفارش میگیریم، خودمون هم تحویل میدیم. غیر از این باشه اصلا دخل و خرج با هم جور در نمیاد. داداش یه حالی میتونی به ما بدی یه دقیقه این دوربین مدار وسط رو برامو چک کنی؟ دوربین واسه چی؟ اصلا از کجا معلوم اینجا باشه؟ آقا خود خواهرم آدرس اینجا رو داده، اصلا مشتریتونه، پاتوقش اینجاست. بفرما. میشناسینش قطعا؟ آره ایشونو میشناسم، مشتری خودمون. حل دیگه، پس یه زحمتی بکش دوربین تو چک کن ببینیم پاسپورت خواهرمون کجا افتاده. شرمنده، حکم قضایی میخواد، همینجوری که نمیشه. اذیت هم نکن بامرام، حکم قضاییم کجا بود؟ میگم خواهرم پرواز داره، میدونی اگه من پاسپورتشو پیدا نکنم چقدر باید خسارت بدم؟ حالا دوندگی های بعدش بماند. داداش این تن نمیره کار منو راه بنداز، بعد جور دستم زیر ساتوره، هر خجالت در میام. وای نست دیگه، بریم یه دقیقه نگاه بنداز. خیلی آقایی فکری نشد، شاید وکیلی، شریکی، همکاری چیزی باشه. داداش حالی میده این خدا برگرد نبا یا بیا. آها همینجا خود بیا دست فیلم نگیر دیگه. داداش هیچ رقمه برات درد سر نمیشه، بهت قول میدم. دمت گرم. این بار دیگه بازم یه دقیقه. آها بسن الو گوش کن ببین، صدا تو واسه من نبر بالا، بس دیگه. تو اگه مادر بودی ول نمی کردی دخترتو بری اون سر دنیا. الکی هم واسه من ادای مادر دلسوزو در نیار. معلومه که باور نمی کنم، معلومه که باور نمی کنم. چی؟ گوش کن، گوش کن ببین چی دارم بهت میگم. بس دیگه بابا، بیا گوشی تو بگیر خود با مامانت حرف بزن. بهش بگو هرچی تو مغز کوچیکت میگذره حق نداری نثار من بکنی. ولش کن مهداد، سکته میکنی. آخه صداشو میبره بالا، فکر میکنه من از قصد دارم سنگ میندازم جلوی پای الناز که نره پیش اون. اصلا برای چه زنگ زدی بهش خبر دادی؟ من خبر دادم مگه؟
خودش پیگیره، میخواد ببینه کی میرسه اونجا، فرودگاه بره دنبالش. خیلی خوب، حالا اون یه چیزی گفت، تو ادامش نده، آروم باش. بس کن دیگه، من که برای توضیح دادم، چقدر بگم؟ ببین قشنگ براش توضیح بده که یه روز عرضه نداشتم، پاسپورت پیش خودم نگه دارم. قشنگ واسه توضیح بده. ماما خوردنی چی داریم؟ کوفت. برای چی اینجا نشستی؟ پاشو برو تو اتاقت. من برم تو اتاق پاس علی پیدا میشه؟ چی کار کنم من؟ الو ارشیو. ها بهت زنگ میزنم. چی شد؟ پیداش کردی؟ اینجا نیست، ولی حالا میدونم کجا میشه پیداش کرد. کجا؟ گفته این نیست آقا، دیدنیه. حالا میرسم خدمت. چی میگی بابا؟ این دختر پرواز جا میمونه. اصلا قصه همینه، اون نامردی که پاسو برداشته همینو میخواسته. چیو میگی تو؟